به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان عزیز بنده مهدی شمشیری هستم فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در خدمت شما با آموزش نرم افزار کتیا حل تمرین های کاربردی ما داخل این دوره آموزشی میریم سراغ نرم افزار کتیا و از محیط ساده دو بعدی همون اسکچر کارمون رو شروع میکنیم و به محیط پیشرفته طراحی سطوح یعنی محیط شیپ بیزای میریم و مثال های پیچیده ای رو داخل اون محیط انجام میدیم ما در ابتدا میریم سراغ مقدمه دوره و با نرم افزار کتیا میخوایم آشنا بشیم نرم افزار کتیا یکی از نرم افزار های طراحی مهندسی هستش که داخل صنایع مختلفی مثل صنعت خودروسازی و برق کاری خیلی کاربرد داره و میتونیم داخل این صنعت ها ازش استفاده کنیم اما به صورت کلی نرم افزارهای مهندسی سه کار عمده برای ما انجام میدن اولیش کت هست یا همون کامپیوتر ایدد که میتونیم با استفاده از این قابلیت طراحی ها رو داخل نرم افزار مهندسی انجام بدیم قابلیت بعدی کم هست یا همون کامپیوتر ایدد مانیفکتچرینگ که میتونیم با استفاده از این قابلیت بیایم و قطعات مختلف رو بسازیم قابلیت ماشینکاری نرم افزار کتیا همون کم هست که ما با استفاده از اون قابلیت میتونیم قطعات مختلف رو بسازیم و مسیر حرکت دستگاه CNC رو با استفاده از این قابلیت میتونیم به دست بیاریم. مورد بعدی ای یا همون کامپیوتر انجینیرینگ هستش که ما میتونیم با استفاده از این قابلیت یا این و تحلیل مهندسی رو انجام بدیم. در افزار کتیا هر سه قابلیت رو داره ولی قابلیت آخر رو یک مقدار ضعیف داره و روی قابلیت CAE قدرت زیادی نداره. به خاطر همین شرکت سازنده نرم افزار کتی اومد و نرم افزار رو برای ما ایجاد کرد تا برای تحلیل مهندسی از نرم افزار هم بتونیم استفاده کنیم. ولی نرم افزار کاتییا هر سه قابلیت رو کنار همدیگه داره و این نشون میده که نرم افزار کاملی هست و بهتره که ما این نرم افزار رو یاد بگیریم و طراحیامون رو با استفاده از این نرم افزار انجام بدیم اما بریم سراغ خود نرم افزار کتیا که به صورت کامل ما اون رو در این قسمت مشاهده می‌کنیم نرم افزار کتیا یا همون کامپیوتر Aided تری dimensional Interactive Application یک نرم افزار طراحی صنعتی هستش یک نمونه قصه طراحی شده رو مشاهده می‌کنید که موتور هواپیما داخله این نرم افزار طراحی شده تولید شده توسط شرکت داسو سیستمز هست که نرم افزار های دیگه ای هم توسط این شرکت تولید شده مثل نرم افزار سالید ورکس و نرم افزار آبوکوس این نرم افزار دارای بیش از 100 محیط قدرتمند و فعاله که ما میتونیم برای رشته مختلف مهندسی محیط های مختلفی رو داشته باشیم و برای کارهای مهندسی مختلفی از این نرم افزار استفاده کنیم مدل سازی تقریبا تمام قطعات موجود داخل صنعت در نرم افزار کتیا امکان پذیر هستش پس ما تنوع بالایی از قطعات رو میتونیم داشته باشیم که داخل این نرم افزار قابلیت طراحی و تولید رو دارن پس اهمیت این نرم افزار برای ما مشخص شد و میدونیم که با یاد گرفتن این نرم افزار میتونیم جایگاه شغلی خوبی رو داخل صنعت داشته باشیم اما محیط هایی که داخل این دوره بررسی میشه کدوم محیط ها هستن؟ اولین محیط و ساده محیط که پیش نیاز تمام این محیط ها هستش محیط اسکچر هست که طراحی دو بودی رو داخلش انجام میدیم محیط بعدی محیط پارتیزاین هستش که طراحی سه بودی رو انجام میدیم محیط بعدی محیط اسمبلی دیزاین یا محیط مونتاژ هست که قطعات طراحی شده داخل محیط پارتیزاین رو ما داخل محیط اسمبلی دیزاین میتونیم مونتاژ کنیم و کنار هم دیگه اونها رو قرار بدیم محیط بعدی محیط طراحی سطوح هستش که ما داخل این محیط میتونیم سطوح بسیار پیچیده رو که با استفاده از محیط پارت دیزاین نمیتونیم طراحی کنیم رو طراحی کنیم پس این محیط هدف اصلی این آموزش هست و ما میخوایم مثالهای های متنوع و کاربردی و مهمی رو با استفاده از محیط شیپ دیزاین طراحی کنیم و شما روش طراحی سطوح رو داخل این دوره آموزشی یاد می‌گیرید پس با ما همراه باشید تا این چهار تا محیط رو یاد بگیریم. در این قسمت از آموزش میریم سراغ نرم افزار کتیا و میخوایم با محیط کلی نرم افزار کتیا بیشتر آشنا بشیم. همونطور که مشاهده می‌کنید ما زمانی که نرم افزار کتیا رو باز می‌کنیم با همچین صفحه ای روبرو میشیم و به صورت پیش‌فرض وارد محیط اسمبلی میشیم ما یک جعبه ابزاری در این قسمت داریم که نام این جعبه ابزار جعبه ابزار ورک هستش و ما زمانی که روی آیکن محیط فعال نگه داریم محیط اسمبلی دیزاین رو به ما نشون میده یعنی ما داخل محیط اسمبلی هستیم اگه شما این جعبه ابزار رو ندارید در این قسمت راست کلیک کنید و جعبه ابزار ورک رو فعال کنید ما جعبه ابزارهای مختلف رو میتونیم در این قسمت فعال کنیم اونایی که جلوشون تیک داره فعال هستن و اونایی که تیک نداره فعال نیستند برای که ما کارمون رو شروع کنیم بهتره که این پنجره رو ببندیم و از صفحه کهکشانی نرم افزار کارمون رو شروع کنیم و وارد محیط های مختلف نرم افزار بشیم ما در این قسمت زبان های مختلفی داریم که میتونیم با توجه به کاری که داریم از این قسمت ها استفاده کنیم به مرور داخل آموزش با این قسمت ها آشنا میشیم و این قسمت ها رو با هم میشناسیم از قسمت استارت ما میتونیم به محیط های مختلف نرم افزار دسترسی داشته باشیم قسمت مکانیکال دیزاین محیط های مهم داره که ما محیط پارت دیزاین، اسمبلی دیزاین، اسکچر و درفتینگ رو داریم و این محیط ها محیط های اصلی نرم افزار هستن که ما کار تراییمون رو با استفاده از این چهارتا محیط میتونیم انجام بدیم محیط اسکچر محیط دو بودی هست محیط پارت دیزاین محیط سه بودی محیط اسمبلی دیزاین محیط منتاش هست و محیط درفتینگ محیط نقشه کشی هست که ما داخل مجموعه فرادرس آموزشی در رابطه با درفتینگ و نقشه کشی داخل نرم افزاری داریم که میتونید از این آموزش هم استفاده کنید ما اینجا محیط وایر فریمن سرفیس رو داریم که میتونیم با استفاده از این محیط هم طراحی سطوح معمولی رو انجام بدیم محیط بعدی که وجود داره و مجموعه محیط هایی که وجود داره محیط شیپ هست که ما اینجا میتونیم با استفاده از این محیط ها بیایم و طراحی سطوح رو از مقدماتی تا پیشرفته انجام بدیم ما در این قسمت محیط شیپ دیزاین رو داریم که داخل این آموزش هم میخوایم مثال هایی رو در رابطه با محیط شیپ دیزاین خدمتتون ارائه کنیم محیط های دیگه هم وجود داره مثل محیط فیلی استال که محیط کاملی در رابطه با طراحی سطوح هست و ما میتونیم سطوح بسیار پیچیده مثل بدنه هواپیما و بدنه خود رو, با استفاده از این محیط انجام بدیم ما داخل محیط های نرم کتی و محیط های ماشینینگ رو داریم که همون محیط های مربوط به کم هستش و میتونیم با استفاده از این محیط ها بیایم و کار ساخت رو انجام بدیم و محیط های مربوط به آنالیز رو داریم که میتونیم با استفاده از این قسمت بیایم و کار سی ای رو انجام بدیم و آنالیز قطعات رو داخل نرم افزار داشته باشیم پس برای دسترسی به محیط های نرم کتیه از قسمت استارت کارمون رو شروع میکنیم و میریم سراغ مکانیکال دیزاین و محیط اسکچر رو انتخاب میکنیم بعد از اینکه محیط اسکچر رو انتخاب کردیم در این قسمت ما باید نام قطعه مورد نظر رو اینجا وارد کنیم من نام دلخواه رو میتونم انتخاب کنم و برای طراحی که به جز طراحی سطوح هستش حتما باید تیک اول رو فعال کنید و هایبرید دیزاین رو روشن بزنید اگه داخل محیط طراحی ستون میخواید طراحیتون رو انجام بدید تیک اول رو خاموش کنید و تیک جیومتری رو فعال کنید زمانی که ما این تیک رو فعال کنیم داخل نمودار درختی یه قسمتی برای ما ایجاد میشه به نام جیومتری و تمام طراحی نقطه خط و سطح ما میره زیر مجموعه جیومتری کالست قرار میگیره و نظم خاصی رو میتونیم به نمودار درختیمون ارائه کنیم ما میتونیم خودمون جیومتری رو جداگونه هم ایجاد کنیم مثلا خطوط رو داخل یه دونه جیومتریکال ست قرار بدیم نقاط رو داخل بعدی قرار بدیم و سطوح رو داخل قسمت بعدیش قرار بدیم پس میتونیم دسته کنیم نمودار درختیمون رو و نظم خوبی رو به نمودار درختیمون بدیم از اونجایی که ما از محیط دو بعدی میخوایم کارمون رو شروع کنیم همین تیک اولو فعال می‌کنیم تا قطعاتمون زیر مجموعه پارت قرار بگیرن اوکی کنیم و به این صورت وارد محیط دو بعدی میشیم و برای ورود به محیط دو بودی یکی از این سطور انتخاب کنیم قسمت شطرنجی محیط دو بودی فعال میشه و میتونیم طراحی های دو رو داخل این قسمت انجام بدیم در این قسمت از آموزش میریم سراغ محیط اسکچر و می‌خواهیم اولین تمرین رو داخل محیط اسکچر انجام بدیم داخل محیط اسکچر ما ابزارهای مهمی داریم که از این ابزارها برای ترسیم دو بودی استفاده میکنیم من جعبه ابزارهای مهم رو جابجا می‌کنم تا به شما توضیح بدم جو ابزار ترسیمات دو بودی پروفایل هستش که ما ابزارهای مختلفی برای ترسیم اشکال دو بودی داریم همونطور که میبینید از آیکونشون هم مشخصه که ما چطور میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم به مرور سعی میکنیم از اکثر این ابزارها استفاده کنیم و شما این ابزارها رو یاد بگیرید جعب ابزار بعدی جعب ابزار کانسترنت هستش که ما با استفاده از این ابزار قیدگذاری گذاری رو انجام میدیم با استفاده از اپریشن میایم و مثلا گوشه کار رو کورنر میزنیم چنفر میزنیم تیرین میکنیم و با استفاده از میرر میایم شکلمون رو در قسمت مقابل کپی میکنیم جعب ابزار اسکش هم جعب ابزار کمکی ما هستش که کنار جعب ابزار پروفایل ما میایم از این جعب ابزار استفاده میکنیم و کارهای ویرایشی و جانبی رو با استفاده از این جعب ابزار میتونیم انجام بدیم پس من اولین مثال رو میخوام با جعب ابزار پروفایل شروع کنم و مثال ما به این صورته ما برای ترسیمات دو باید نقطه ابتدای ترسیم رو در نظر بگیریم یعنی از کجا باید ما ترسیم اون رو شروع کنیم معمولا برای اشکال متقارن نقطه مرکزی نقطه مناسبی هستش الان این شکلمون نقطه پایینش با بالاش برابر من میام و این قسمت مرکزی رو به عنوان نقطه شروع در نظر میگیرم و بهترین جا نقطه مرکز این دایره است پس من از این نقطه کارم رو شروع میکنم بریم سراغ ترسیم دایره من میام ابزار دایره رو انتخاب میکنم من اینجا میتونم داخل جعبه ابزار اسکشورز نقطه مرکزی رو بهش بدم و بهش بگم در راستای محور عمودی و افقی مرکزش چطوری باشه من میام اینجا میگم که مثلا صفر رو صفر باشه و تب رو میزنم با تب ما داخل این قسمت ها جابجا جا میشیم الان ما میتونیم نقطه دوم رو بهش بدیم که روی محیط دایره قرار گرفته و میتونیم به این صورت شعار رو مشخص کنیم یا اینجا خودمون بیایم شعار رو بنویسیم از اونجایی که شعار دایره مرکزی دوازده هستش یا قطرش 24 رو من میام اینجا 12 رو مینویسم تبر رو میزنم و تمام شکلمون هم فولی شد و سبز شد شکل فولی داخل فضا جابجا جا نمیشه بریم سالا به قسمت بعدی و من میام برای ترسیم این کمانی که اینجا وجود داره دایره کامل رو میکشم و قسمت های اضافی رو پاک میکنم بعد میام اینجا دایره میکشیم قسمت اضافی پاک میشه و در این قسمت هم همینطور پس من میرم سراغ قسمت بعدی ولی باید شعار بدونیم. رو بدونیم شعار سی هستش یه دایره با شایسی من ترسیم میکنم این بار خودم میام نقطه مرکزی انتخاب میکنم همونطور که میبینید صفر و صفر آبی دیده میشه و یه دایره توپر آبی رنگ هم دیده میشه این به این معناست که ما دقیقا در مرکز قرار گرفتیم میام ابزار اندازه گذاری انتخاب میکنم و در این قسمت میام و شعار و سی وارد میکنم البته قطر بود ما در این قسمت میتونیم حالت شعار رو فعال کنیم سی رو وارد کنیم و الان درست شد این قسمت ترسیم شد میریم سراغ دایره بعدی و دایره بعدی در این قسمت قرار گرفته که فاصله مرکز تا مرکز اینها 54 هست تقسیم بر میشه 27 تا و فاصله این نقطه تا این نقطه هم که مشاهده میکنید سی و هفت هستش پس من میام در این قسمت یه دایره میکشم قطر دایرمون هم دوازده هستش من میام ابزار اندازه گذاری انتخاب میکنم دو بار که روش کلیک کنم ابزار برای ما فعال میمونه و من اینجا میام حالت قطر رو فعال میکنم و دوازده رو وارد میکنم همونطور که میبینید ابزارمون هنوز فعال هستش و تا زمانی که ما روش کلیک نکنیم یا دکمه اسکیپ رو نزنیم فعال میمونه نقطه مرکز تا این قسمت 27 بود فاصله این قسمت تا این محور هم 37 37 رو وارد میکنیم و اوکی میکنیم پس دوبار روش کلیک کنیم میتونیم اندازه ها رو ویرایش کنیم باز هم دایره رو انتخاب میکنیم روی مرکز این دایره میام و یه دونه دایره دیگه ترسیم میکنم شعاش هم باید 15 باشه یا قطرش باید سی باشه من سی رو وارد میکنم ما الان دو تا دایره رو کشیدیم دقیقا این دایره ها در قسمت پایین هم وجود داره ما کافیه که از میره رو استفاده کنیم و ابزار آینمون رو انتخاب کنیم میره رو انتخاب میکنم دایره رو انتخاب میکنم محور رو انتخاب میکنیم ها کاملا منتقل میشه و این قسمت هم سبز هستش بینیم سراغ قسمت بعدی این قسمت این قسمت و در این قسمت هم ما دایره رو کپی کردیم می‌ریم سراغ کمان‌ها و اینجا بگم کمان بزنم، این قسمت کمان و این قسمت هم کمان من میرم سراغ ابزار کمانمون ابزار یکی مونده به آخر نقطه اول و آخر رو ما کلیک می‌کنیم نقطه وسطی روی کمان قرار می‌گیره پس بریم سراغ مثالش من این قسمت رو انتخاب می‌کنم دقیقا روی محیط کلیک کنید که قید اتصال این تا برقرار بشه روی محیط این قسمت هم. کلیک میکنیم و میریم سراغ ترسیم کمانمون در این قسمت هم میام کمانه ترسیم میکنم و همونطور که مشاهده میکنید اینجا قید مماسی برقرار هستش ولی برای این قسمت قید مماسی برقرار نیست من ابزار اندازه گذاری انتخاب میکنم این قسمت و این قسمت رو انتخاب میکنیم راست کلیک میکنیم و قید مماسی رو فعال میکنیم این سراغه اندازه این قسمت و شوهای این قسمت هم 60 هستش من میام اینجا 60 رو وارد میکنم و این قسمت اوکی شد برای این قسمت هم دقیقا همین کار رو میکنیم و کم میزنیم این قسمت این قسمت و به این صورت قید اتصال اینجا برقرار شد و مماس هم هست کافیه که این کمانو با این دایره بیای مماس کنیم اندازه شوهاش رو هم در این قسمت نوشته که دوازده هستش من میام دوازده رو انتخاب میکنم و این قسمت هم فولی میشه میریم سراغ میرر و این قسمت رو نسبت به این قسمت میرر میکنیم و در این قسمت قرار میگیریم میریم سراغ ابزار تیلیم و کویک تیلیم رو انتخاب میکنیم این قسمت رو من انتخاب میکنم قسمت اضافی پاک میشه تا جایی که با المان دیگه تداخل داره یعنی الان برای این دایره که اینجا ترسیم کردیم من اینجا رو کلیک کنم در این قسمت منتقل میشه تا این نقطه و در این قسمت منتقل میشه تا این نقطه این قسمت پاک میشه و این قسمت رو هم پاک میکنیم الان ما قسمت داخلی رو به راحتی ترسیم کردیم و کاملا هم فولی هستش و داخل فضا دیگه جا, جا نمیشه اما بریم سراغ قسمت های بعدی من میتونم قسمت بالا رو ترسیم کنم و میره کنم و در قسمت پایین قرار بدم پس من فقط قسمت بالا رو ترسیم میکنم از نقطه مرکزی خط صاف اومده پس برای این سوراخ لوبیای شکل در این قسمت در امتداد مرکز هستش و با زاویه 30 درجه منحرف شده و در این قسمت قرار گرفته پس من میام یه دونه خط رو از قسمت مرکزی ترسیم میکنم این خط رو بعدا میتونیم پاکش کنیم یا حالت ساختاری بذاریم بمونه برای اینکه حالت ساختاریش کنیم من خط رو انتخاب میکنم و در این قسمت اون وارد ساختاری در میارم که دیگه به صورت خط معمولی نیست و به صورت خط چین هستش یه خط ساختاری دیگر رو هم ایجاد میکنم و از قسمت مرکزی میای با زاویه اون خط رو ترسیم میکنیم میرم تا قفزان اندازه گذاری و این قسمت رو با این قسمت زاویهش رو سی میکنیم الان زاویه مد نظر ما اوکی شد و کافیه که این سوراخ لوبیای شکل رو به وجود بیارم فاصله این قسمت تا مرکز سوراخ لوبیای شکلمون 60 میلی متر شاش و ما با باید پس شاه 60 رو در نظر بگیریم برای قسمت بزرگتر شاه 14 هستش برای قسمت کوچکتر هم شاه 10 هست پس من دو تا سوراخ رو باید به وجود بیارم میریم سراغ ابزار مورد نظر و ابزار مورد نظر رو پیدا می‌کنیم در این قسمت قرار گرفته من میام به نقطه صفر و صفر و باید روی این خط ساختاری قرار بگیریم و شعار رو من میتونم اینجا 60 بدم من شعار 60 رو وارد میکنم و همونطور که مشاهده میکنید شعار 60 ما برای ما فیکس میشه و میریم سراغ قسمت بعدی دقیقا باید روی نقطه صفر باشه و صفر و 60 رو ما انتخاب میکنیم و میایم روی این خطی که اینجا داشتیم و این خط رو انتخاب میکنیم همونطور که مشاهده میکنید به راحتی ما شکلمون ایجاد کردیم حالت ساختاری نباید باشه ما بعدا میتونیم از حالت ساختاری درش بریم از اونجایی که اینجا فعال بود این سوراخ لوبیای شکل هم به حالت ساختاری باقی میمونه برای قسمت بیرونی همونطور که گفتیم شاه 14 بود پس من میام اینجا شاه 14 رو وارد میکنم و تب رو میزنیم میام اینجا از حالت ساختاری درش میاریم و این قسمت اوکی شد قسمت مرکزی باید ساختاری بمونه چرا که داخل نقشه هم قسمت مرکزی ساختاری هستش همین کار رو برای قسمت داخلی هم انجام میدیم پس من میرم سراغ قسمت داخلی و قسمت داخلی رو هم ایجاد میکنیم نقطه صفر و صفر رو انتخاب میکنم روی این قسمت تا این قسمت و شعای 14 رو ما داده بودیم بهتره که داخلی رو ایجاد کنیم و منطب رو میزنم الان قسمت داخلی ایجاد شد من این قسمت رو انتخاب میکنم کنترل رو نگه میدارم این قسمت این قسمت و این قسمت انتخاب میکنیم از حالت ساختاری درش میاریم الان قسمت داخلی هم برای ما ایجاد شد و قسمت داخلی هم به وجود اومد کافیه که ما از این قسمت این خط رو بکشیم به سمت پایین و در این قسمت این خط به وجود بیاد و یه دونه کمان هم در این قسمت ایجاد کنیم پس بریم سراغ ابزار خطمون و در این قسمت این خط رو میکشیم به سمت پایین و به این قسمت قرار میگیره و میریم سراغ کمانمون الان خط هم اینجا قرار گرفت و در این قسمت خط رو ما مشاهده میکنیم کاملا هم مماس هستش و در این قسمت مماس شده و روی این کمان اومده قرار گرفته میام افزار اندازه گذاری انتخاب میکنم و این قسمت انتخاب میکنیم راست کلیک میکنیم و حالت ورتیکال فعال میکنیم تا فولی بشه و کاملا مقید بشه این قسمت انتخاب میکنیم میریم سراغ این نقطه این نقطه و این قسمت انتخاب میکنیم میریم سراغ قیدگذاری و این کمان با این قسمت باید مماس بشن و شای این قسمت رو هم من میام دوازده وارد میکنم دوازده رو وارد میکنیم و قسمت فوقانی هم برای ما فولی شد الان کافیه که ما بریم سراغ قسمت بعدی و بیایم اینها رو میرر کنیم کنترل رو نگه میدارم البته اینو خاموش میکنیم کنترل رو نگه میداریم تمام قسمت های ترسیم شده رو من انتخاب میکنم میره رو انتخاب میکنیم محور رو انتخاب میکنیم و همونطور که مشاهده میکنید در قسمت پایین هم قرار گرفت ما یه تمرین بسیار پیچیده سخت و نکت دار را با هم حل کردیم شما اگه این تمرین رو داخل خونه انجام بدید روی بسیاری از ابزارهای محیط دو مسلط میشید پس تمرین رو فراموش نکنید این مثال رو داخل خونه خودتون هم انجام بدید در این قسمت از آموزش میریم سراغ تمرین بعدی من صفحه XY رو انتخاب میکنم تا تمرین بعدی رو داخل صفحه XY ترسیم کنیم این سراغ تمرین بعدی که این تمرین هستش و میخوام این تمرین رو داخل محیط دو با هم دیگه ترسیم کنیم همونطور که مشاهده کنیم شکلمون کاملا متقارن هستش و میخوایم از تقارن استفاده کنیم و این شکل رو ترسیم کنیم همونطور که بهتون گفتم باید ما نقطه مرکزی رو به عنوان نقطه شروع در نظر بگیریم بهترین نقطه همین نقطه مرکز هست که من از اینجا بیام کارم رو شروع کنم شکل داخلی در قسمت آخر ترسیم میکنیم من در ابتدا این دایره بیرونی که قطرش 85 هست رو ترسیم میکنم و میریم سراغ قسمت های بعدی به این سری دایره ترسیم میکنیم و قطر رو 85 وارد میکنم یک مقدار زوم میکنیم میریم سراغ قسمت بعدی و من میام قسمت بعدی رو که این دایره ها هست ترسیم میکنم برای این قسمت باید شاه 14 باشه پس برای این قسمتم هم شاه 14 هستش قسمت داخلی هم شاه 6 هست پس من میام قسمت بالا رو انتخاب میکنم دو تا دایره هم مرکز ترسیم کنیم و بیریم سراغ وارد کردن اندازه هاشو این قسمت چهارده بود شای این قسمت 6 بود و ما این دو تا دایره رو ترسیم کردیم یک بار دیگه شکل رو نگاه می‌کنیم. فاصله مرکز تا مرکز 104 هست تقسیم بر دو میشه 52 که از اینجا تا این قسمت میشه 52 و از این قسمت تا این قسمت هم میشه 47 پس من میام نقطه مرکزی انتخاب میکنم این فاصله رو میدیم 52 این فاصله رو هم میدیم 47 البته ما اینجا باید شعار رو وارد میکردیم قطر وارد شده پس من اینو میام 12 میکنم اینم میام 28 میکنم که همون شعار چهارده و 6 وارد بشه الان درست شد و تناسب شکلمون مناسب هستش بیام سراغ قسمت بعدی من یه خط صافو بیارم به سمت پایین و دونه کمان هم در این قسمت بزنم پس میریم سراغ ابزار لاین و میریم از این گوشه یه دونه خط به سمت پایین میزنیم ابزار اندازه گذاری راست کلیک و ورتیکال فعال میکنیم فولی شد و میریم سراغ قسمت بعدی این دقیقا باید روی مرکز قرار بگیره و ما اون روی مرکز باید قرار بدیم پس این قسمت انتخاب میکنم با این قسمت منطبق میکنیم الان درست شد میریم سراغ کمانمون و مثل قسمت قبلی من میام اینجا بدون یعنی کمان میزنم ابزار اندازه گذاری این قسمت با این قسمت مماس میشه این قسمت هم با این قسمت مماس میشه شعار این قسمت دوازده هست پس من میام شعار رو هم وارد میکنم و درست شد حالا بریم سراغ بحث جالبش و میخوایم از میرر استفاده کنیم و کل شکلمون رو کامل کنیم کنترل رو نگه میداریم این قسمت این قسمت این قسمت و این قسمت انتخاب میکنیم میریم سراغ میرر و محور انتخاب میکنیم نسبت به محور متقارن میشه و این قسمت این قسمت تمام قسمت ها رو انتخاب میکنیم و کافیه که یک بار دیگه از میرر استفاده کنیم و در قسمت مقابل هم قرار میگیره پس ما بدون اینکه این قسمت ها رو بخوایم ترسیم کنیم به راحتی میتونیم از میرر استفاده کنیم و شکلمون رو کپی کنیم و سرعت کار ما خیلی بالا میره ما باید بهترین روش و بهترین مسیر رو برای ترسیممون انتخاب کنیم نکته اصلی داخل ترسیمات دو اینه که باید شکلمون سبز بشه شکلی که سبز نشده باشه مقید نیست و تو فضا جابجا میشه الان شکلمون سبزه و اگه شکل شما سبز نبود بهتره که اون شکل رو جابجا کنید و ببینید که مشکل کارتون کجا هست که شکلتون سبز نشده شکل سفید پولی نیست و باید شکل سفید رو شما سبز کنید شکل قرمز و بنفش هم اصلا درست نیست و نشون از این داره که ما در طراحیمون خطا داشتیم و باید اون خطاها رو برطرف کنیم برای مثال من یه خطا رو بهتون نشون میدم میام و یک بار دیگه اندازه این دایره رو انتخاب میکنم همونطور که مشاهده میکنید داخل پرانتز اومد شعار رو برای ما مشخص کرد که این اندازه اضافه است چرا که داخل پرانتز داره به ما این مقدار رو نشون میده یا من میام مثلا فاصله این نقطه تا این نقطه رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید این اندازه دو بار تکرار شده با حالتهای مختلف هم تکرار شده یعنی یک بار طول شما اندازه دادیم یک بار هم اومدیم نقطه به نقطه اندازه دادیم و رنگش بنفش شد و به این معناست که اندازه تکراری ما داریم و نباید این اتفاق بیفته اما بریم سراغ قسمت داخلی و قسمت داخلی رو با هم طراحی کنیم مثالمون این هستش ما یه دایره ساختاری و ترسیم کنیم که دایره کوچیک روی اون قرار بگیره پس من آر سی رو انتخاب میکنم و یه دونه دایره در قسمت مرکزی ترسیم میکنم میریم سراغ افزار اندازه گذاری و 62 رو انتخاب میکنیم ساختاریش میکنیم به این صورت و حال ساختاری در میاریم ابزارمون رو و میخوایم الان دایره هامون روی این قسمت ترسیم بشه در ابتدا من یه دونه دایره مرکزی با قطر 32 ترسیم میکنم پس میریم سراغ دایره مرکزیمون در این قسمت قطر 32 رو بهش میدیم الان این قسمت اوکی هستش و باید ما در قسمت وسط بیایم و دو تا خط رو ترسیم کنیم من به جای اینکه دو تا خط رو ترسیم کنم یه دونه مستطیل مرکزی میام اینجا انتخاب میکنم و در این قسمت مستطیل مرکزی رو میکشم و یه همچین شکلی رو ما به وجود میاریم یک مقدار هم میاریم پایین تر اندازش رو کچکتر میکنیم بازم میاریم پایین تر و در این قسمت قرار میدیم فاصله این قسمت تا این قسمت هشت هست پس من میام فاصله این قسمت تا این قسمت رو هشت وارد میکنم الان این فاصله برای ما کی هست ابتدا و انتها به ایش عنوان برای ما مهم نیست چرا که قراره پاک بشه یه دایره با قطر چهارده هم باید روی دایره ساختاریمون در قسمت مرکزی ترسیم کنیم همونطور که مشاهده میکنید خط آبی نشون میده که ما روی محور ورتیکال هستیم و یه دونه دایره به این صورت من میام ترسیم میکنم اندازش رو هم 14 وارد میکنیم و میریم سراغ تیرین و قسمت اضافه رو پاک میکنیم میام این قسمت پاک میکنم این قسمت پاک میشه این قسمت پاک میشه یک بار دیگه بریم شکل رو نگاه کنیم که به اشتباه پاک نکنیم قسمت پایین هم کلا باید پاک بشن پس این قسمت این قسمت این قسمت و این قسمت هم پاک میشه پس ما به راحتی این قسمت ها رو پاک کردیم و میریم سراغ قسمت بعدی و میخوایم این شکل رو کپی کنیم من کنترل رو نگه میدارم و اینو پاکش می‌کنیم تا شکلمون از بین نره و این قسمت ها رو با کنترل رو انتخاب می‌کنم و میریم سراغ دوران و میخوایم با روتیت کردن بیایم و این قسمت رو دوران بدیم ابزار روتیت اینجا دیده میشه من ابزار روتیت رو انتخاب می‌کنم این تیک رو حتما روشن بذارید که شکل اولیتون بمونه ما چند تا کپی از این شکل میخوایم اینجا میتونیم تعداد کپی رو بنویسیم نقطه مرکز رو انتخاب میکنم یه محور میکشم و میخوام دوران به این صورت انجام بشه و حالا با هر زاویه که خواستید میتونید این کار رو انجام بدید من یکی دیگه اضافه میکنم و تعداد پنج تا رو میخوایم داشته باشیم که در مجموع شش تا شکل رو ما داخل تصویر مشاهده کنیم همونطور که مشاهده میکنید ما شش تا شکل نیاز داشتیم با فاصله 60 درجه من میام در این قسمت کپی میکنم یا 60 رو میتونم اینجا یادداشت کنم همونطور که مشاهده میکنید الان 60 انتخاب میشه و اوکی میکنیم همونطور که میبینید شکل مفولی نیست و داخل روتیت ما قید هامون رو نمیتونیم منتقل کنیم من میام تیری رو انتخاب میکنم قسمت اضافی رو پاک میکنیم این قسمت هم پاک میکنیم این قسمت و این قسمت الان ما شکلمون رو درست کشیدیم نیاز به فولی کردن هم نداره چرا که ما میدونیم با فاصله مطمئنه اینا رو قرار دادیم و الان شکلمون کاملا درست ترسیم شده اگه خواستید شکلتون رو فولی کنید و شکلتون کاملا مقید بشه میتونید ابزار گذاری انتخاب کنید اینا رو اندازه‌گذاری کنید یا شما میتونید از ابزارهای دیگه استفاده کنید مثل ابزار فیکس و تریم رو غیر فعال می‌کنم میتونم این قسمت رو انتخاب کنم و با کنترل قسمت اضافه که قید گذاری نشده خواب کنیم و از ابزار فیکس و قید فیکس استفاده کنیم این قسمت انتخاب میکنم این قسمت و این قسمت میریم سراغ قیدگذاری گذاری هوشمند و در این قسمت میتونیم تیکه فیکس رو بزنیم و داخل فضا فیکس میشن و دیگه به هیچ عنوان جابجا جا نمیشن بهتره که از قید فیکس در هر جایی استفاده نکنیم چرا که ما بهتره که با اندازه واقعی بیایم و فیکس کردن رو انجام بدیم ولی در برخی موارد که مثلا ما مثل این حالت میدونیم که شکلمون کاملا درسته ولی قید نداره میتونیم از فیکس استفاده کنیم و شکلمون رو فولی کنیم الان شکلمون فولی شد و کاملا مشابه تمرینیه که با هم در این قسمت مشاهده میکنیم پس این تمرین رو هم داخل خونه انجام بدید روش های مختلفی برای طراحی این تمرین وجود داره که من سریع ترین روشش رو به شما آموزش دادم در قسمت بعدی از آموزش مثال دیگر رو با هم حل میکنیم در این قسمت از آموزش میریم سراغ تمرین بعدیمون و تمرین شماره سه رو با هم میخوایم حل کنیم این تمرین تمرین ساده ای هست ولی نکات زیادی داره که با هم میخوایم نکاتش رو بررسی کنیم ما روش این مختلفی برای ترسیم این نقشه داریم که من میخوام چند تاشو به شما نشون بدم قالب کلی نقشه و مستطیلی شکل هست که ما میتونیم یه دونه مستطیل ترسیم کنیم و این اشکال رو روش پیاده کنیم یا با استفاده از ابزار پروفایل بیایم این نقشه رو بکشیم نقطه شروع رو من این قسمت در نظر میگیرم و یه دونه دایره با قطر 20 رو من میام ترسیم میکنم قطر رو 20 وارد میکنیم زوم میکنیم و دایرهمون ایجاد شد و میریم سراغ قسمت بعدی من ابزار پروفایل رو انتخاب میکنم در این قسمت ما نقطه منفی 25 و مثبت 20 رو باید انتخاب کنیم پس من میام در این قسمت در راستای اچ ها منفی 25 و تبر رو میزنیم و مثبت 20 تبر رو میزنیم و الان درست شده نقطه مورد نظر انتخاب شد حالا بعد بریم سراغ قسمت بعدی و من قسمت بعدی رو مشخص میکنم این فاصله تا این قسمت 62 هستش پس من میام اینجا 62 رو وارد میکنم تبر رو میزنم زاویهش رو هم صفر میدیم تبر رو میزنیم و این قسمت برای ما ایجاد شد حالا من میتونم این اندازه رو به اندازه هفتاد و پنج تا به سمت پایین بیام و اسکیپ رو بزنیم و این قسمت رو بیایم مثلا با استفاده از کورنر به این صورت بیایم و کورنر بزنیم این قسمت رو اوکی میکنیم تا قسمت اضافی پاک بشه و این قسمت به این صورت کورنر بخوره همونطور که مشاهده میکنید مانند این قسمت میشه و کورنر اعمال میشه ولی من میخوام روش دیگه ای رو به شما آموزش بدم و با استفاده از ابزار پروفایل بیایم گوشه رو گرد کنیم در ضمن ما میتونیم با استفاده از کمان همون گوشه رو ایجاد کنیم و کمان هم بزنیم و بعدا بیایم تیریمش کنیم روش ها زیاده من میخوام با پروفایل ترسیم کنم یک بار دیگه من میام اینجا منفی 25 و 20 رو وارد میکنم تب میزنم و در این قسمت قبل از اینکه بیام کلیکم رو انجام بدم همطور که مشاهده میکنید فعلا کلیک نکردم درگ میکنم و به این صورت درگ میکنیم و الان یه دونه کمان مماس با خط قبلیمون به وجود اومد پس این یک نکته داخل ابزار پروفایل هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم زمانی که شکلمون هم آبی بشه به این معناست که ما یک چهارم دایره رو طی کردیم و اینجا کلیک می‌کنم حالا کلیک بعدی هم میتونیم انجام بدیم و شکلمون رو کامل کنیم پس این هم یک روشی هست که شما میتونید امتحان کنید بریم سراغ قسمت بعدی و من میام شکلم رو کامل میکنم این قسمت رو میریم بالا در ادامه من میام شکل رو کامل میکنم این قسمت رو این سمت اینو میریم پایین اینو میریم بالا شکل حدودی رو رایست میکنیم و بعدم با ابزار اندازه گذاری شکل رو کامل تر میکنیم میایم به سمت پایین میایم به این سمت و اینو میریم به سمت بالا پس ما شکل حدودی رو ترسیم کردیم و کافیه که بریم سراغ ابزار اندازه گذاری و اندازه هامون وارد کنیم برای اندازه گذاری این قسمت انتخاب میکنم این فاصله تا این فاصله 62 هستش بریم سراغ کمانمون کمانمون فکر میکنم 15 هست یعنی شعاش 15 من میام شعار و 15 وارد میکنم بریم سراغ ارتفاع و میام ارتفاع رو 75 وارد میکنیم از این قسمت تا این قسمت باید 75 باشه حدودا هم ما درست ترسیم کردیم ببین سراغ قسمت پایین که 10 هست 12 10 و 10 پس دونه دونه اینها رو وارد می‌کنیم این قسمت 10 هست این قسمت 12 این قسمت واسم 10 این قسمت هم 10 و قسمت آخر هم 20 پس این قسمت هم وارد می‌کنم این قسمت هم مسلماً 20 میشه از اونجایی که ما این فاصله کلی رو دادیم و تا اینجا ما فاصله رو وارد کردیم قطعا اینجا 20 میشه و دیگه نیازی این رو وارد کنیم اگه وارد کنیم با ارو رو بنویسیم و رنگمون عوض میشه پس این قسمت به درستی وارد شد میریم سراغ ارتفاع و ارتفاع رو هم مشخص میکنیم فاصله این قسمت تا این قسمت 80 هستش فاصله این قسمت 20 و فاصله این قسمت 15 پس میریم سراغ این قسمت این قسمت 80 دو روش کلیک میکنیم هشتاد رو وارد میکنیم هم تا که میبینید این قسمت ویرایش شد فاصله این قسمت 20 بود و این قسمت هم مسلما 15 وارد میشه از اونجا که ما رو کامل وارد کردیم دیگه این قسمت 15 رو وارد نمی کنیم الان شکلمون فوری شد و ما با این روش اومدیم شکلمون رو ایجاد کردیم و این گوشه کورنر زدیم پس با استفاده از کورنر هم میتونیم این قسمت رو کورنر بزنیم حالت مختلفی برای کنر وجود داره چنفر هم میتونیم انتخاب کنیم و این گوشه رو به این صورت چندفر بزنیم این قسمت رو اوکی میکنم و چندفر زده شد یا ما میتونیم مثلا کمان رو انتخاب کنیم این قسمت این قسمت و به این صورت کمان بزنیم و با استفاده از ابزار تیرین بیایم گوشه کار رو برش بزنیم من خواستم روش های مختلف رو بهتون بگم اینا شکل اصلی ما نیستن شکل اصلی ما همینی هست که دارید مشاهده میکنید و من این شکل رو با چند تا روش به شما توضیح دادم و شما تقریبا ابزارهای مهم محیط دو رو یاد گرفتید داخل محیط پارت دیزاین و اسمبلی با هم با محیط دو بعدی سر و کار داریم و داخل محیط دو بعدی اشکال مختلفی رو قرار ترسیم کنیم و وارد محیط سه بعدی بشیم پس با ما همراه باشید تا محیط بعدی رو با هم شروع کنیم و ترسیمات سه بعدی رو با هم آغاز کنیم